درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 26 اسفند ماه 17 مارس نگاهی داریم به دیپلماسی کشتی ایران، روسیه، آمریکا و اوکراین. قهرمانی ارزشمند ملی پوشان کشتی آزاد در رقابت‌های جام جهانی آمریکا نشان از شایستگی و توانمندی جوانان برومند ایران عزیز دارد که همواره با عشق و ایمان خالصانه خود پرچم عزت و بزرگی این ملت را بر بلندای سکوهای افتخار برافراشتند. این بخشی از پیام تبریک حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران است. وزارت خارجه آمریکا قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران و کسب مقام سومی جهان توسط آمریکا را به مردم ایران و مردم آمریکا تبریک گفت. سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا دیروز پیروزی ایران در برابر آمریکا را نیز تبریک گفته بود. این سومین قهرمانی متوالی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی و دومین پیروزی ایران بر برابر روسیه در فینال جام جهانی بود. تیم ملی کشتی آزاد ایران در سالهای 2011 و 2012 به ترتیب با پیروزی مقابل روسیه و آمریکا به عنوان قهرمانی جهان دست یافته بود. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا میتوان ورزش را از سیاست دور نگه داشت؟ همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه آری رو انتخاب کردن، اعتقاد دارن که چنین چیزی امکان پذیر هست. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@vnews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به جام جهانی کشتی آزاد لس آنجلس. تیم ملی کشتی آزاد ایران در نخستین دیدارش در مسابقات جام جهانی کشتی در لس آنجلس آمریکا ارمنستان را در هر 8 وزن با مجموع امتیاز 33-4 شکست داد. ملی کشتی آزاد ایران با ترکیبی متفاوت از مسابقه نخست با نتیجه 7-1 از صد تیم ترکیه گذشت. رسول خادم این بار جوانها را به میدان فرستاد. در شب همه‌پرسی جدایی کریمه از اوکراین و پیوستن به روسیه، تیم ملی کشتی آزاد روسیه 7-1 اوکراین را شکست داد. آلنزاد سیف اوکراینی پس از شکست رقیب روسش با اشاره به اینکه خانواده‌اش در روسیه زندگی می‌کنند، ابراز امیدواری کرد تنش بر سر کریمه به طور صلح‌آمیز حل و فصل شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران در سومین و حساس‌ترین دیدارش مقابل تیم آمریکا با پیروزی در 5 وزن و شکست در 3 وزن با نتیجه 18-10 از صد حریف گذشت. زیک جونز سرمربی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا: بازی آمریکا و ایران همیشه به هم نزدیک بوده و اینجا میلیمترها هستن که همیشه تعیین کننده برنده بازی هست. ما به اندازه کافی خوب عمل نکردیم. ایران برتر از ماست، اما ما هم در حال پیشرفت هستیم. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به مقام سوم جام جهانی کشتی دست یافت. تیم میزبان در پیکار یک طرفه در مجموع 7-1 اوکراین را شکست داد تا اوکراینی ها به مقام چهارم جهان رضایت دهند. تنها پیروزی اوکراین در وزن 97 کیلوگرم به دست آمد. قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی لس آنجلس آمریکا. سایت خبر آنلاین: کمر روزها روی تشک شکست. ایران با پیروزی در 6 وزن حریفان روس خود را یکی پس از دیگری کنار زد.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای عبدالله موحد، 5 بار قهرمان مسابقات کشتی جهانی و المپیک 1968، آقای کیانوش اعتماد مقدم، مربی بدنساز تیم ملی کشتی آزاد ایران در سالهای گذشته و در المپیک لندن 2012، آقای بابک تختی، فرزند غلامرضا تختی، ریچ بندر، مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا، و زیک جونز، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا، هم صحبتشون رو در طول برنامه خواهیم شنید در گفتگوهایی که علی عمادی همکارم با اونها انجام داده. آقای مهدی رستمپور، تحلیلگر ورزشی، و همکارم علی عمادی، خبرنگار ورزشی بخش فارسی صدای آمریکا که در لس آنجلس حضور داشت، هم با ما هستن. به همه شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. علی، ابتدا به ما یک چند ساعته تازه از فرودگاه اومدیم، ما در طول یک دو روز گذشته مرتب صحبت میکردیم که آیا به موقع میرسی بالاخره به برنامه و این مصاحبه ها رو خواهیم داشت در طول برنامه پخش بکنیم. خسته نباشی، توضیح بده که فضای این یک دو روز گذشته در لس آنجلس چطور بود، با مسابقات جهانی گذشته چه تفاوتی حس کردی؟ باید خدمتتون عرض کنم که اول خیلی خوشحال هستم در حضور استاد و پهلوان و قهرمان ایران آقای موحد هستم و دوستان عزیز، و خوشحالم که تو این برنامه تونستم حضور پیدا کنم. مسابقه 42 دوره جام جهانی کشتی آزاد در لس آنجلس، تفاوت عمدهش با تمام مسابقاتی که برگزار میشد در جای بغیر از ایران، در اروپا اغلب برگزار شد یا در آسیای شرقی، مهمترین تفاوتش این بود که در لس آنجلس تیم ملی ایران احساس میکرد که در سالن شهدای هفتمین تیر جدید در پارک شهر در واقع داره مسابقه میده، و تیم ایران هیچ وقت تنها نبود. یعنی چه از زمان بعد ورودشون با استقبال گسترده روبرو شدن، و چه در زمان قهرمانیشون نزدیک به 6000 نفر در ورزشگاه بودن. از این رقمی که رسانه 7000 نفر بودن میگفتن تقریبا درسته، مشخص نیست، چون که من خودم شاید نزدیک 50 تا بلیت بدون شمارش در واقع از ورزشکاران رو که دعوت شده بودن رو بهشون دادم، اینها همه حساب نشده البته. ولی دومین تغییرش نسبت به گذشته، نسبت به جام جهانی گذشته، از پس از اینکه آقای نناد لالوویچ سال گذشته به ریاست فیلا منصوب شد، انتخاب شد، و اون اتحادی که بین ایران و روسیه و آمریکا برای حفظ کشتی در المپیک صورت گرفت، قوانین کشتی تغییر کرد که به زعم برخی از کارشناسا قوانین بهتری هست نسبت به گذشته. به نظر خود من به دلیل اینکه قانون کلینچ برداشته شد خیلی بهتر شده. زمان کشتی داره برمیگرده به زمانی که پهلوان موحد کشتی میگرفتن، 3 دقیقه شده، و تغییراتی در مورد وزن‌ها صورت گرفت، یه مقدار وزن‌ها بیشتر شد برای همین. در مورد تغییرات فنی حتما صحبت می‌کنیم. اینا در واقع مهمترین اتفاقاتی بود که جام جهانی این دوره رو متفاوت می‌کرد با چقدر فضا سیاسی بود به دلیل برشک بازی، یعنی دو گروهی که ایران و آمریکا پیشاپیش همه می‌دونستن با هم مسابقه خواهند داد، سوی دیگر اوکراین و روسیه، در این حال ترکیه و ارمنستان هم در واقع در گروه بودن. چقدر اینها باعث شده بود که اساساً فضای مسابقات سیاسی بشه؟ بیش از اینکه خود ورزشکاران و کاروان ورزشی تیم‌ها به مسائل سیاسی فکر بکنن، بیشتر این رسانه‌ها بودن که دامن می‌زدن به این مسائل. مثلا لس آنجلس تایمز خیلی دوست داشت که این مسائل رو ببره به سمت اینکه واقعا این تنش‌ها الان صورت می‌گیره. حالا از بخت خوب یا بخت بدشون هم اوکراین و روسیه دقیقاً در شب رفراندومی که قرار بود، اونها سعی می‌کردن که هیچ نظری ندن در این زمینه، یا اگه نظری میدن خیلی ملایم و زاویه حاده به مسئله نگاه بکنن. با مسئولین مثلا تیم اوکراین و روسیه صحبت کردی؟ اصلا تمایل داشتن در مورد این رفراندوم کریمه صحبت بکنن؟ به هیچ وجه. حتی سرمربی تیم روسیه وقتی ازش پرسیدن که خود منم ازش پرسش کردم که نظرش در مورد این مسائل چی هست و اون به هر حال بحرانی که در اوکراین هست، گفت ما هیچ سیاستی نداریم، سیاست ما کشتی است و ما همه با هم دوست و برادر هستیم. سعی می‌کردن تا اونجایی که میشه از این مسائل دوری بکنن. خود ورزشکارا شاید احساسشون متفاوت بود، من می‌دیدم اوکراینی‌ها با چه احساسی می‌رفتن روی دوشک، اما سعی می‌کردن، یا ازشون خواسته شده بود که گفتگو نکنن. بین ایران و آمریکا هم چون به دلیل روابط خصوصا 2 سال گذشته و حضور تیم ملی کشتی آمریکا در ایران در مسابقات سال گذشته جام جهانی که با قهرمانی ایران همراه شد، و استقبال خوبی که ازشون شده بود، حضور تیم ملی
کشتی ایران به خاطر روز جهانی کشتی در 15 ماه می سال 2013 همینو باعث شده بود که اون احساس نباشه. یه چیز خیلی کوچیک فقط بگم که نکته توی نرفته فقط آیا روشن شد که چرا اون کشتیگیر سنگین وزن اوکراین در مسابقه پایانی با آمریکا حاضر نشد رو تشک؟ دلیل خاصی نداشتن. یه کشتیگیر هند هم روی تشک حاضر نشد که کومار امید کومار یکی از بهترین های وزن 57 کیلو در 55 گذشته است که دلیل خاصی هم ازش نبود. اما این مطلبی که من بگم این هستش که درسته که این قرعه کشی برخلاف تمام جام جهانی در روم اتفاق افتاد و چند روز قبل از این مسابقات 27 فوریه و به نوعی سعی کردن که ایران و آمریکا حالا که در یک گروه هستن، نمیخوام بگم که این از قبل پیش بینی شده بود و انجام شد، اما جوری انجام دادن که بهترین زمان پخش رو بگیره ایران و آمریکا و اوکراین روسیه هم دقیقاً به همین نحو در اولویت دوم قرار بگیره. خیلی کوتاه اشاره بکن قضیه پرچم، ظاهرا دوباره دیدم عده‌ای در شبکه‌های مجازی انتقاد کرده بودن که جلوی در ورودی ورزشگاه ممانعت می‌کردن کسی به خودش پرچم‌های و اشکال مختلف. خب این برمیگرده به اون سفر گذشته‌ای که از سوی در واقع ایران لغو شد، سفر نیمه کاره دوستانه که در واقع نیویورک و لس آنجلس بله در نیویورک انجام دادن و این پرسش خیلی از آقای علیرضا رضایی به عنوان سخنگوی فدراسیون و مدیر تیم‌های ملی پرسش شد و ایشون در نهایت پس از سفر رفتن به خود من پاسخ داد که و به خبرنگارهای مختلفی که اونجا بودن که وظیفه تیم ملی ایران در سری گذشته این بود که در واقع بیاد کمک بکنه به اتحاد این سه کشور برای جلوگیری کردن از حذف کشتی و به وظیفه‌شون انجام دادن. اما خب اون نگرانی ها سر پرچم شیر خورشید ایران که این در واقع نگرانی ها رو ایجاد کرده بود که این بار هم این اتفاق بیفته، درخواست شده بود به جام جهانی بود، از در واقع مسائل امنیتی بیشتر رعایت می‌کردن و مشخصا قید شده بود که از ورود پرچم شیر و خورشید ایران به سالن جلوگیری بشه. در داخل به طور منظم پرچم‌های جمهوری اسلامی رو پرچم فعلی در واقع در دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن در هر در واقع مراسم و مسابقه ای که هست پرچم های ایران رو پخش میکنه. یه عده خود ایرانی ها آورده بودن، بعضی صورتشون رو رنگ کردن پرچم ایران. به هر حال حضور همه جانبه ایرانی ها با طیف های مختلف بودن، بعضی ها پرچم شیر و خورشید رو بالاخره توی سالن آورده بودن. آقای موحد خیلی خوش آمدید، لطف کردین حضور دارین در برنامه. توضیح مختصرم بدم که یکی دو سه روز دیگه شما 75 ساله خواهید شد، تولد شما 30 اسفند که البته امسال سال کبیسه نیست. بفرمایید که آیا می شود کشتی رو از سیاست دور نگه داشت؟ با سلام به همه شنوندگان و بینندگان و تشکر از شما که به من این فرصت رو میدید. چرا نمیشه؟ چون ورزش باید جدا باشه از سیاست. البته نمیتونه، به هیچ طریقی نمیشه 100% جدا کرد. مردم احساس دارن، خود ورزشکارا احساساتی دارن نسبت به کشورشون، نسبت به جاهای دیگه دنیا، ولی در حدی که موجب آزار نشه میشه جدا کرد از هم و باید هم جدا باشه. اعتقاد دارید که به هیچ عنوان سیاست نمیتونه حتی نقش مثبتی در همین ارتباط که الان صحبت کردیم، مسئله کشتی در خطر پس‌فصل المپیک قرار داشت، آمریکا، ایران، روسیه اینها اومدن، برشه که عزم سیاسی پشت این قضیه وجود داشت، اگر نبود چنین چیزی اتفاق نمی‌افتاد. فکر می‌کنید نمی‌تونه تاثیر مثبتی بگذاره احیانا سیاست داریم؟ حتما میتونه. به همون دلیل من گفتم یه مقداری میشه دخالت داشته باشه امور سیاسی در ورزش هم، ولی علل اصول ورزش باید از سیاست سوا باشه. به اعتقاد من، شاید من اشتباه بکنم، ولی به اعتقاد من باید جدا باشه. در سطح مسابقات باید جدا باشه، در سطح اداره ورزش. خب همونطوری که شما اشاره کردید، اگر مسئله سیاسی نبوده با هم همکاری نمی‌کردن، شاید مثلا کشتی رو برمی‌داشتن از المپیک. این به نظر من در این زمینه ها سیاست میدونه مداخله کنه. و در داخل سالن مثال میگم، اگه یه جوان میرن اونجا مسابقه میدن، کسی در سالن نیاد بر علیه یک کشوری شعار بده یا از این کارا میشه. بعضی وقت من خودم به گوشم شنیدم. این من نظر من گفتم نباید مخلوط باشه در قسمت خود زمین های ورزش یا مسابقات ورزشی، نباید مداخله کنه سیاست. آقای موحد، وقتی که به این مسابقات چند روز گذشته نگاه میکنیم و قهرمانی تیم ملی ایران، آیا تیم ملی کشتی آزاد ایران به عنوان یک تیم
نه به عنوان کشتیگیران انفرادی، به عنوان یک تیم همیشه تیم خوبی بوده، چه در دوری که شما بودین چه مسابقاتی که در شنبه گذشته شاهد بودین؟ بله، تیم ایران تا اونجایی که من یادم هست همیشه تیم به تیم ایرانی‌ها خوب مسابقه می‌دادن و من فکر می‌کنم در دورانی که ما بودیم ما هر بار با تیم اتحاد جماهیر شوروی که اکثر اوقات قهرمان دنیا می‌شد ما از اون رو می‌بردیم اکثر اوقات. یعنی من یادم نمیاد ما به تیم روسیه باخته باشیم هیچ وقت، تیم به تیم. ولی در مجموع در مسابقات که شرکت می‌کردیم چون نفرات اونها در سطح بالاتری بودن از کسانی که ماها مدال نمی‌گرفتیم، اوت می‌شدیم، اونها مدال نمی‌گرفتن، دوم می‌شدن، سوم می‌شدن اگه اول نمی‌شدن اون افراد ضعیف اونا. به این دلیل در مسابقات جهانی ما از اونها یه مقداری عقب می‌افتادیم بیشتر وقت. در واقع علت موفقیت ایران در مسابقات جهانی نسبت به المپیک میدونید که ایران به عنوان تیم معمولاً بهتر عمل می‌کنه تا نتیجه گیری در مقایسه با دیگر کشورها. آقای کیانوش اعتماد مقدم، خوش آمدید به برنامه. آقای اعتماد مقدم، شما از یک منظر دیگری در سال‌های گذشته بخشی از تیم ملی کشتی ایران بودید، مربی بدنساز تیم بودید. شما به این مسائل سیاسی چگونه نگاه میکنید؟ شما که در داخل تیم بودید و بعضی از این واکنش ها رو میدیدید، میشود کشتی رو از سیاست دور نگه داشت یا گاهی لازم هست کمک گرفت از سیاست؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز و خسته نباشید خدمت جناب آقای دهقانپور و آقای عمادی که واقعا این چند روزه در مسابقات فشار زیادی رو متحمل شد و استاد عزیزم جناب آقای عبدالله ماهد که من افتخار شاگردی ایشان رو در سال 1350 در دانشگاه داشتم و دوست عزیزم جناب آقای مهدی رستم‌پور. از زمانی که بعد از انقلاب سیاست وارد ورزش شد، ورزشکاران مجبور شدن جای خودشون رو با اونا عوض کنن. یعنی ما موقعی که 5 قهرمان المپیک، آقای رسول خادم، آقای سائی، آقای دبیر، آقای عباس جدیدی، آقای رضازاده وارد شورای شهر شدن، به تبع ابتدا سیاسیون وارد ورزش ما شدن که این تغییر مکان ایجاد شد. چه بهتر که اگر ما میخوایم سیاستی پشت ورزش باشه، همونطوری که استادم آقای عبدالله ماهد فرمودند، در رده مدیریت اعمال بشه. ورزش پهلوانی، به خصوص رشته کشتی، رشته پهلوانی، همه کاراش با صداقت برنامه ریزی میشه. ما موقعی که سیاسیونی که تخصصی در ورزش ندارن وارد ورزش میشن، تا میخوان با الفبای ورزش آشنایی پیدا بکنن، اون راه رفتن اولیه خودشون هم فراموش میکنن. بعد از شکست هایی که انجام میشه مجبورن دوباره اینا رو به جایگاه اول برگردونن. به عنوان مثال، مثلا شما آقای مهندس علی آبادی که تخصصش توی کار شهرداری بوده یا مهندس یک رشته‌ای بوده، اگر این به عنوان یک الگو، به عنوان یک مرد متخصص هست، شما حساب کنید در رشته خودش موفق تره یا بیاد در رشته ورزش وارد بشه، یک المپیک 4 سال ورزشکار زحمت بکشه، مدیریت بشه، بعد بیاد بدترین نتیجه تاریخ ورزش ما در زمانی که ایشان رئیس سازمان تربیت بدنی بودن به دست آورد، به جایی که مورد بازخواست قرار بگیره، این آوردن کردن رئیس کمیته المپیک 4 سالم به این طریق. الان شما یک حساب 2-2 تا 4 تاست اگر نگاه کنید، آقای رسول خادم در زمان آقای خطیب وارد تشکیلات فنی کشتی شد، اون کادری که مورد قبول خودش بود انتخاب کردن، پله پله این مراحل رو طی کردن، همچنان که در زمان خودش که قهرمان بود یک مرتبه ایشان نیامد بشه قهرمان المپیک. از وزن 36 کیلو که در بندرعباس بود کشتی گرفت تا 130 کیلو تمام این رده‌ها رو طی کرده. آیا آقای رسول خادم الان میتونه در کشتی بهتر ابراز وجود کنه، نظر کارشناسی بده، یا آقای ایکس؟ همونطور هم آقای رسول خادم وقتی که میره توی سیاسیون قرار میگیره، ناخودآگاه از اون مسیر اصلی خودش خارج میشه. من اعتقاد دارم هر وقت کار رو به دست کاردان بدیم، ما نتیجه 100% رو در بلند مدت خواهیم گرفت. بله. شما، ما سالهای سال قرآن رو سر می گرفتیم، خدایا یک کسی بیاد از خانواده ورزش به ورزش کمک کنه. سوال من الان اینجا اینه که چرا باید استاد عبدالله موحد، دارنده 6 مدال طلای جهان و المپیک، هیچ گونه جایگاهی در ورزش کشورمون نداشته باشه؟ من این سوال می کنم. جایگاه اجرایی منظورتون هستی بله. 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 دقیقاً. تحصیلاتش رشته تربیت بدنی نبوده،
قهرمان جهان نبوده، قهرمان المپیک نبوده، فاکتور مدیریتی نداشته. این کارا بوده ولی هیچ وقت ما ندیدیم در رأس هرم قرار بگیره. شما یعنی زمانی که خودتون آقای اعتماد مقدم، موقعی که خودتون در تیم ملی بودید، آیا این زمینه رو میدیدید که از افرادی مثل آقای موحد بخوان استفاده بکنن، یا اساسا فکر میکنید یک جریان یا اصطلاحاً یک گروه های الان سوار هستند بر مدیریت که نمیتابند؟ بارها جناب آقای دهقانپور، آقای حاج محمد طالقانی که واقعا جا داره از زحماتش تشکر و قدردانی کنیم، آقای پرویز سیروسپور، اینا زحمت کشیدن، خواستن به هر طریقی شده که ایشان رو دوباره به ورزش برگردونن. میگه زکات علم آموزشه. تمام تجارب ایشان هنوز آکبنده، هیچ گونه در اختیار قهرمان ها قرار نگرفته، فضایی برای ایشان مهیا نشد که بتونه بیاد عرض اندام کنه، بگه آقا من که این 6 تا مدال طلا رو گرفتم، همینطوری یکی شانسی، دو تا شانسی، سه تا شانسی، 6 تا مدال طلای جهان و المپیک شانسی نمیشه. بله. بیاین تجربه از من بگیرین، لااقل در اختیار جوانان قرار بدین، ازش استفاده بشه. گذشته چراغ راه آینده است. من همیشه قبطه میخوردم که چرا کسی سیستمی وارد تشکیلات نمیشه که این آقای موحد، آقای منصور مهدی زاده رو به کار بکشن. اینا شناسنامه های ورزش مملکت هستن، شناسنامه های کشتی مملکت هستن، ما باید حداکثر استفاده را ایشان بکنیم. آقای رستم‌پور، بشنویم پاسخ شما رو به همین پرسش که آیا میشود مرزی کشید بین سیاست و ورزش، و آیا اساسا این مدیریت فعلی چون این مرزی رو تعریف کرده یا چون این مرزی اصلا وجود نداره؟ درود میفرستم خدمت شما جناب دهقانپور، دوست خوبم علی مادی، استاد عبدالله موحد که اسم شناسنامه کشتیه و نماد موفقیت‌های متوالی و پیاپی در عرصه ورزش، همچنین آقای اعتماد مقدم که این کادر موفق کنونی تیم ملی و فدراسیون از رسول خادم گرفته تا علیرضا حیدری و علیرضا رضایی، بخش عمده ای از موفقیت‌های خودشون در مسابقات جهانی المپیک و مرهون متدهای نوین و روش‌های مدرنی هستند که آقای کیانوش در اردوهای تیم ملی در عرصه بدنسازی پیاده می‌کرد. در خصوص پرسشی که فرمودید، خب پاسخ ها کامل بود، جامع بود. به هر تقدیر هر ورزشکاری که صاحب یک موقعیتی میشه در عرصه بین المللی، از یک سطحی فراتر میره، میتونه مدال آسیایی کسب کنه و بعد در مسابقات جهانی و بالاتر، او تبدیل میشه به یک سرمایه ملی و خواسته یا ناخواسته مابعضای سیاسی پیدا میکنه، اظهار نظراش مهم میشه. و چنین ورزشکاری وقتی که در مسابقات بین المللی روی سکوی قهرمانی میره، همون پرچمی برافراشته میشه که بیرق ارتش کشورشه و ارگانهای رسمی مملکتش، همون سرودی نواخته میشه که اگه رئیس جمهور اون ورزشکار بره به یک کشور دیگه، تو فرودگاه براش به صدا در میاد. در واقع این مسئله تفکیک ناپذیره، اما قطعا مد نظر شما سویه های منفی دخالت سیاست در عرصه ورزش که طبعا هیچ چهره ورزشی اون رو نمیپسندن، اما خب جنبه های مثبتی هم داشته، از جمله همین حفظ کشتی در بازی های المپیک که اشاره کردید. اگر نبود رایزنی مقامات سیاسی کشورهایی مثل روسیه، اوکراین، حتی آمریکا، ایران، بلغارستان، کشتی در المپیک موندگار نمیشد، یا امروزه هیچ میزبانی مسابقات مهمی هم از المپیک تابستانی و زمستانی یا جام های جهانی به هیچ کشوری داده نمیشه، مگر اینکه به شکل مستقیم و پیگیرانه مقامات سیاسی اون کشورها وارد مذاکره و رایزنی نشن. اینه که طبعا ورزش و سیاست انقدر در هم تنیده است که دیگه غیر قابل تفکیکه، اما باید امیدوار بود که حضور سیاست در عرصه ورزش مخرب، مضر و آسیبزا نباشه، چیزی که چنانچه مهمانان بزرگوار برنامه اشاره کردن تو کشور ما به هر حال گاهی این مسئله صدمه زده، بیشتر از اون که مفید باشه مخرب و آسیبزا بوده تو حوزه ورزش. نکته مهمی رو اشاره کردین. علی عمادی با ریچ پندر مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا صحبت کرده در مورد همین تجارب که چگونه اینها رو در واقع میشود به کار گرفت، آمریکا چگونه از این امکانات استفاده میکنه، رسانه ها رو چگونه به خدمت میگیرن. بخش از صحبت های مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا رو بشنویم در گفتگوی اختصاصی با علی عمادی. صحبت های آقای ریشمندر رو میشنویم، ایشون در مورد نقش شبکه تلویزیونی NBC صحبت میکنه در حمایت از کشتی در آمریکا و قرارداد چند ساله که فدراسیون کشتی آمریکا با NBC منعقد کرده برای
پخش و پوشش خبری مسابقات عمده کشتی در آمریکا و تلاش اونها این هست که بازاریابی کنن، جذب آگهی ها رو و اسپانسر ها رو برای کشتی. اعتقاد دارن که باید همین شیوه در سراسر دنیا انجام بشه و کشتی نباید فقط در چند کشور محدود بسیار محبوب باشه و مورد علاقه، باید این رو به تمام دنیا تسری داد. آقای ریچمندر صحبت از در واقع تلاش‌های می‌کنه برای حفظ کشتی در المپیک و تصمیم اشتباهی که گرفته شده بود و تلاش زیادی صورت گرفت که کشتی برگرده به المپیک. تلاش آقای بندر این هست که اقبال به کشتی رو در آمریکا و دیگر کشورها افزایش بدن و ایشون اعتقاد داره که از شیوه‌های مختلفی تغییر قوانین رو ایشون اعتقاد داره که بسیار کمک کرده، بهتر از گذشته هست مقررات. آقای بندر اعتقاد داره با رجوع به رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی می‌شود تلاش کرد و آگاهی اجتماعی نسبت به کشتی افزایش داد و از این جهت یک حرکت جمعی رو در سراسر دنیا. آقای ریچمندر نکته جالبی رو علی در پایان مسابقه به تو میگه که میگه چرا جوردن بروز نباید مثل دیگر ستاره های آمریکا مثل مایکل فلپس باشه من. یا از این پرسش من بود ازش، چون که این مطلب خیلی شاید برای بیننده ها، چون میدونم جوردن بروز خیلی مورد علاقه ایرانیان هست و وقتی که در ایران بود جام جهانی گذشته ازش استقبال خیلی زیادی شد و در نشست خبری هم جوردن بروز گفتش که من قشنگترین و مهمترین اتفاق زندگی ورزشیم حضور در تهران بود، هرچند که فیلم آرگو رو یک هفته قبلش دید بود و گفتش که میترسیدم. اما شاید تنها ورزشکاری که ایرانی اگه بهش میبازن خیلی ناراحت نمیشن. دقیقاً و بهش، چون خیلی شبیه لبرون جیمز هم هست از شکل و شمایل، ولی همه اعتقاد دارن اگه در هر ورزش دیگه جوردن بروز رفت بود با این استعداد و ذکاوتی که داره و با بدن خوبی که داره و ریاکشن تایم و حالتایی که میتونه سریع انجام بده و اکسل عملاش میتونه موفق باشه. اختلاف فاحشی با دیگر رقبای خودش داره. اما مطلبی که من ازشون پرسیدم آقای ریچمندر دو تا سوال بود که میدونم فرصت نیست که بخوایم اونو بپردازیم، اما یکی اینکه بعد از 2020 و 2024 چه خواهد شد با این شرایط که پیش میره، اگر در واقع همین مسئله پول، تجارت و سیاست پشت کشتی نباشه، خصوصا آمریکا به عنوان یکی از ابرقدرت‌ها، چون روسیه که مشکلات خودش رو داره، ایران که نمیتونه از نظر وجهه جهانی بخواد کمکی بکنه نظر مالی، به هر حال اگر پول وارد کشتی نشه این مشکل هست. یه مطلبی که شاید بگم برای علاقمندان به کشتی جالب باشه، خیلی کوتاه بگم که یه کفشی هست به اسم JBL که کفشیه که خود جوردن بروز به طریق حامیان مالیش در واقع درست کرده، نایکی، و ایشون میره در یک فروشگاه، خودش برام تعریف کرد که میره در یک فروشگاه کفاشی، کفش فروشی ورزشی که کفش کشتی هم اصلا میفروشن و میره اونجا و کفش JBL رو، کفشش رو درخواست میکنه که میگه این کفش رو داری؟ کفش خوب چیه؟ میگن این کفش هست، قیمتش چنده؟ $300. بعد میگه که خب کردیت کارتش رو در میاره که پرداخت کنه. اون فروشنده میگه چقدر اسمت شبیه همینه؟ بعد میگه خب این عکسی که بهش چسبیده رو برگرد و نگاه کن، خودمم. یعنی یک ستاره‌ای که قهرمان دو دوره فوق ستاره، قهرمان دو دوره جهان است، مدال المپیک رو داره و بهترین ورزشکار آمریکا توی سه دهه گذشته بودن در ورزش کشتی، شناخته شده نیست. هیچ کدوم از ورزشکارهای کشتیگیرای آمریکا اگه در خیابون راه برن به غیر از شهرهای مثل اوکلاهاما، مثلا ایالت اونجا و اوهایو، کسی نمیشناستشون و این دلیل عدم حمایت رسانه هاست، عدم حمایت، یعنی نبودن پول هست در این ورزش. حالا من خیلی کوتاه بگم که با نظر شما موافق هستم که سوء استفاده از ورزش چه در داخل ایران، چه در داخل آمریکا، چه در اوکراین و در هر کشوری واقعا نکوهیده است، اما اگر سیاست و پول، بازرگانی و تجارت و میدیا پشت ورزش نباشه، اون ورزش محکوم به فناست. مثل همین اتفاقی که الان NBC کمک کرد و این مسابقات چقدر مورد توجه قرار گرفت. صحبت‌های علی امادی رو با زیک جونز، سرمربی تیم ملی کشتی آمریکا هم بشنویم درباره روابط کشتی ایران و آمریکا و سطح کیفی تیم ملی آمریکا کوتاه صحبت می‌کنه. بشنویم صحبت زیک جونز رو.
Well, we haven't had a lot of changes in our team. We do have a few younger guys that are coming into the program now that I think that, you know, we're going to try some different things. آقای زکشان صحبت از تغییرات میکنه که در تیم ملی کشتی آمریکا رخ داده. تعدادی از جوانهایی که به تیم اضافه کردن. ایشون اعتقاد داره که تیم ملی ایران با سرعت خودش رو فاصله ایجاد میکنه بین اونچه که تیم ملی کشتی ایران عمل میکنه با تیم‌های ملی دیگر کشورها و این چالشی است برای دیگر کشورها چگونه بتونن به تیم ملی ایران برسن. آقای موحد، تیم ملی آمریکا در طول چند سال گذشته از زمانی که شما کشتی میگرفتید چقدر متحول شده؟ چقدر این تیم تیمی است در سطح یک رقیب بزرگ جهانی؟ یه مقدار زیادی تغییرات در سیستم به اصطلاح تعلیمات و فعالیت‌های کشتی در آمریکا به وجود اومده. از زمانی که البته من بودم شروع شده بود، یه مقداری بعد بیشتر شده. فکر می‌کنم فهمیدن اینایی که دستن در کار ورزش هستن، فهمیدن که کشتی هم جزء ورزش هاست، هم میتونه افتخار آفرین باشه، هم اگر قرار باشه که همش راجع به مسئله پول فکر کنن، خب خیلی از ورزش‌ها پولساز نیست. اینی که فکر کردن افتخار هم لازم هست برای مملکت. من فکر میکنم اون گردانندگان اینجا به این نتیجه رسیدن که چون افتخار آفرین هست، میتونن اگر شد یه مقداری کمک مالی هم به این سیستم بشه و ضمناً خود اون هم میتونه پولساز باشه. برای وقتی مسابقات این آخر هفته گذشته در آمریکا رو نگاه میکنید، من خودم برام از این جهت تازگی داشت که ما در این دو روز مسابقاتی که حداقل من دیدم، من همه مسابقات رو، ولی به ویژه مسابقات عمده ایران و آمریکا و مسابقات روسیه و مسابقه فینال و اینها رو من دنبال کردم، یا حتی مسابقه سوم چهارم آمریکا و اوکراین رو، ما کمتر فنون زیبا می‌بینیم. یعنی من فکر کنم حداقل در اون مجموعه 20 مسابقه که من دیدم، شاید یکی دو مورد ما سالتو دیدیم، کمتر می‌بینیم مثلا کسی کنده بکشه، یا بیشتر امتیازا روی خاک گرفته میشه یا روی هل دادن کشتیگیر مقابل برای بیرون کردنش از زمین. علتش چه هست به نظر شما؟ به اعتقاد من علتش اینه که کسانی که دست در کار گرداندن کشتی جهانی بودن، یا اطلاعات نداشتن یا نمیخواستن کار درستی انجام بدن. چیز دیگه ای نمیتونه باشه، چون اولا زمان رو طوری کرده بودن که دو تا دو دقیقه شده بود یا سه تا دو دقیقه، من چون در کار نیستم نمیدونم، سوره کشی میکردن، پاره میدادن دست یه نفر و اینو هول میداد مینداخت بیرون، میگفتن یه امتیاز. خب ما یه وقتی هول میدادیم، زمان ما قبل از ما، کشتی رو یکی هول میداد بیرون بهش اخطار میدادن، میگفتن که بیرون ننداز، ولی اینجا با انداختن بیرون هنوز هم من میبینم که حتی دو امتیاز ممکنه، یکی امتیاز میبینم، یکی یکی رو میندازه بیرون، دو امتیاز. زمان ما مردم مشتاق بودن چون هنر کشتی گرفتن نشون داده میشد روی تشک. مردم اصلا نمیتونستن بشینن یه دقیقه روی صندلی هاشون، بلند دائم وایستاده بودن، تشویق میکردن قهرمانشون رو. من فکر میکنم تغییر دادن زمان کشتی مقدار زیادی فنون خوب کشتی رو که مردم رو به هیجان می آورد از بین برده. چقدر کشتی پیشرفت کرده به لحاظ فنی از زمانی که خود شما کشتی میگه؟ وقتی مسابقات همین هفته گذشته رو دیدید، آخر هفته گذشته، من فکر نمی کنم از زمان از لحاظ فنی پیشرفت کرده باشه. در زمانی که قبل از ما و من خودم بعد از منم یه مدتی من میدیدم کشتی ها رو، فنون بسیار زیبایی رد و بدل میشد. به عنوان نمونه حالا من یه فنونی رو اسم ببرم، شاید هیچ کی ندونه، پیچ پیچک من ندیدم. من ده تا کشتی تماشا کردم، یک نفر ندیدم حتی بره برای پیچ پیچک. چقدر فن زیباییه. یکی رو دیدم سالتو کرد، ندیدم کسی این کارا رو بکنه. یا مثلا خیلی فنون دیگه است که گفتنی که یه دست پا ندیدم از کسی، سر زیر بغل ندیدم. اینا همه فنونی بوده که همیشه در کشتی های قدیم اجرا میشد به وسیله کشتیگیرا. اینا یواش یواش که از بین بره، به تدریج خود تماشاچی زده میشه از کشتی و نمیاد تماشا کنه. شاید به خاطر همین، من کلمتون رو قطع میکنم، شاید به همین دلیل هستش که کشتی در دو دهه گذشته سری نزولی رو پیدا کرد و کم کم جزو گزینه های حذف از المپیک قرار گرفت. اما با توجه به اینکه شما دارید این مطلب رو میگید، شاید همین باعث شد که برگردن به قوانین گذشته، یعنی برگردن به زمان بیشتر، اون قانون کلینچ که واقعا قانون خیلی خنده‌داری بود. واقعا میشه حالا در منصفانه صحبت کنیم کیفیت این مسابقات نسبت مسابقات دوره‌های گذشته مقدار
جذاب هیجان بیشتری رو در مسابقات میشد حس کرد، به رغم اینکه صحبتتون کاملا درسته، فنون زیبا رو ما کمتر میدن که ندیدیم ولی کمتر میدیدیم. آقای اعتماد مقدم، اگر در مورد این بحث مطلبی دارید بفرمایید که فکر میکنید علت چه، از شما هم همین نظر رو دارید و علت موفقیت تیم ملی کشتی آزاد ایران رو چه میبینید؟ آیا آمادگی بدنی بالا بود نسبت به اون دوره که خود شما در تیم بودید، نسبت به المپیک لندن، تا الان تیم چه سری رو طی کرده؟ بله جناب آقای دهقانپور، یکی از عوارض سیاست در رأس هرم که فیلا هست، شما کاملا عوارضشتون 20 سال گذشته دیدیم. کسایی در فیلا قرار گرفتن که نقش سیاسی خودشون رو ایفا میکنن، هیچ گونه اطلاعاتی راجع به اصول فنی کشتی ندارن. در زمان آقای مارتینتی که اومد یک مدتی تغییر و تحولاتی این انجام شد، ولی در حال حاضر برای این که کشتی، برای این که کشتی از المپیک حذف نشه، واقعا ایالات متحده آمریکا، روسیه، ایران، بلغارستان زحمات زیادی کشیدن. واقعا باید از یکایک اینا تشکر کنیم که این یک رشته ورزشی پهلوانی کشور ما هست. همینطوری که در امریکا از فوتبال استقبال میشه، فوتبال امریکایی استقبال میشه، از بسکتبال و رشته های دیگه استقبال میشه، کشتی رشته اول ورزش مملکت ماست. چرا ما با این همه بزرگ نباید یک نفر در فیلا داشته باشیم که بتونه نقطه نظرات آقای عبدالله موحد و آقای استاد منصور متیزاده رو به در فیلا مطرح کنه که بگه این قوانین کشتی که به قولی آقای عبدالله موحد دو دقیقه، شما دست که بدی 30 ثانیه‌اش گذشته، یه خورده سنگین سبک کنی یه دقیقه‌اش گذشته، به نهایت به مساوی میکشیدن. کلینچ کجای دنیا شما دیدی یه کشتیگیر تمام وجودش پاشه، ستون بدنشه، در اختیار حریف قرار بگیره، سوت بزنن، این ببره بالا، از بالا با سر بزنه زمین یا هول بده بیرون یه امتیاز بگیره. قوانینی که میتونه تماشاچی رو جذب کنه در ابتدا، بعد پول. به اعتقاد من شما خودتون شاهد بودین دقیقاً تغییرات و قوانین مقررات جدید تونسته بود که یه کمکی به کشتی بکنه. حالا ما کشتی الحمدلله با اومدن آقای خادم، آقای حیدری، آقای رضایی، شما نگاه کنین قهرمانای المپیک همه مدالدارا اومدن سکان کشتی رو به دست آوردن. شما از یه طرف میای آقای یزدانی خرم، 17 سال آقا ایشان در والیبال زحمت کشیده، ورزش به نحو احسن تونسته پله پله بیاره بالا. برای این که ایشان موفق بشه بذارین 20 سال دیگه هم بمونه، نیارین کشتی رو بدین دست ایشان، کشتی دوباره سیر قهقرایی طی کنه. همونطوری که سیاستمدارا ناخواسته وارد ورزش شدن، ورزش ما حالت رکود پیدا کرد، همون متخصص والیبال هم وقتی وارد کشتی میشه همون اتفاق میفته، مجبوریم دوباره از صفر شروع کنیم. آقای خادم برنامه 20 ساله داره، هر کسی در جایگاه خودش قرار خواهد گرفت، فقط یه خورده صبر و حوصله کنیم. استاد منصور برزگر 40 سال در کشتی بود، در رأس هرم کشتی بود، حالا یه 10 سال هم شما به شاگردای اینا، شاگردای ایشان فرصت بدین با مطالب علمی روز دنیا پیشرفت بکنن، که امریکا الان سرمربیش ابراز زجر و ناتوانی کرد در مقابل تیم ایران. واقعا تیم ایران بعد از المپیک خوب تونست خودش جمع جور کنه، با قوانین و مقررات جدید خودش رو وفق بده. شما اگر با اطلاعات روز جلو بری موفقی. خیلی از مربی‌ها رو من می‌دیدم تو مسابقات جام جهانی این دوشکچه مال اعتراض رو پرتاب می‌کردن، ولی هیچ اطلاعی از قانون نداشتن. بابا این قانون، قانون جدیده، شما نمی‌تونی این کارو انجام بدی، که خود ورزشکاراشون به مربی‌هاشون اعتراض می‌کردن. اینه که ما انشالله کشتی راه خودش رو پیدا کرده، روزی بشه به زودی زود تیم روسیه، تیم ترکیه، تیم ارمنستان زنگ تفریح ما میشه، ما تیم دوم و سوممون در مسابقات جهانی میتونه عرض اندام بکنه، کار بزرگسالار هم انجام بده. دیدین دیگه بله. یک سری جوان ها الان اومدن در مسابقات جام جهانی وارد میدان شدن که خود متخصصین و کارشناسان رو کشتی انگوش به دهان بودن. اینا رو از کجا آورده؟ و ما برای موفقیت در سطح جهان باید هر دوره 2 تا 3 مهره جدید رو به تیم اضافه کنیم، ناشناخته باشن، خزنده بیان بالا برن روی سکو، خزنده بیان بالا برن. آقای جردن رو که من نگاه میکردم کشتیاشو، اصلا ایشون یک، به قول کسایی که تو کار مسابقات اتومبیل‌رانی، یه توربوجته که زمان عمل و عکس العملش به اندازه‌ای به هم نزدیکه که حریف اعتقاد دارم که در مقابلش خواه ناخواه تسلیم خواهد شد.
این نویدم به شما بدم، این آقای حسین خانی که دیروز کشتی گرفت در یه وضع پایین‌تر، به زودی زود اگر کسی باشه که در کشتی یکی دو سال آینده آقای جردن رو ببره، این آقا است که من تبریک میگم با آقای خادم و مربیان و آرزوی موفقیت برای یکایکشون هم دارم. اتفاقا نکته جالبی رو با آقای اعتماد مقدم آقای رستم‌پور عنوان کردم. ببینید ما در صرف نظر از موفقیت که تیم ملی به دست آورد و نگاهی که آقای اعتماد مقدم دارن به آینده تیم، ولی در یه سری وزن‌ها نشان دادیم که مشکل داریم. یعنی در همین جایی که با جردن باروس قرار روبرو بشیم، اختلاف فاحشی وجود داره بین قهرمان جهان و نفر ایران. و جالب هم هست که در بازی فینال هم باز آقای خادم اصرار داشت آقای اکبری رو بفرسته و باز هم در مسابقات فینال هم ایشون نتونست نتیجه بگیره. مشکل چه هست؟ آیا ما در مثلا 74 کیلو یا یه سری وزنا در این هولوحش نداریم کشتیگیر بهتری که ارائه بکنیم؟ موردایی هم بود که آقای خادم البته سورپرایز کرد اصطلاحاً و افرادی رو ورد مثل سید احمد محمدی اشتباه نکنم که اومد و درخشید در همون 6 دقیقه و شاید یکی از ستاره های شب فینال بود. چرا ما در بعضی از وزن ها مشکل داریم آقای رستم‌پور؟ البته خود همین 74 کیلو تنها وزنیه که ما تو 5 سال گذشته هر سال توش مدال جهانی گرفتیم، نقره و برنز، و موفق بودیم. اما مرد شماره یک جهان المپیک الان جردن باروز شکست ناپذیر نیست، اما برای غلبه بر باروز ما باید بیایم 6 تا کشتی که تالواش گرفتیم، 3 بار سازاد گودرزی بهش باخته، 3 بار هم عزت الله اکبری، اینا رو بگذاریم کنار هم، چون باروز کلاً طی سالهایی که در رده بزرگسالان کشتی گرفته فقط یه بار باخته، اونم همین ماه گذشته تو جام یاشاردوغو مغلوب نیکلاس مارابل شد که او هم آمریکایی، اما شیوه بردن مارابل به درد ما خیلی نمیخوره چون هر دو روی اسلوب کشتی آمریکایی ظاهر میشن. ما ناگزیریم که با همون روش‌های خودمون که کشتیگیرامون تمرین میکنن در مسابقات حضور پیدا میکنن از همون طریق بتونیم باروز رو ببریم. صادق گودرزی اولین بار که تو استانبول به باروز باخت جسورانه کشتی گرفت اما فاقد استراتژی مناسب بود. بار دوم که تو باکو بهش باخت استراتژی رو داشت اما اون جسارتی که در نمایش اول ازش دیده بودیم رو ارائه نکرد، و در المپیک لندن هم جسارت داشت، هم استراتژی داشت، اما هر دو به میزان ناکافی برای غلبه بر باروز. عزت الله اکبری بار اولی که بهش باخت کم تجربه بود، بار دوم تو بوداپست واقعا استراتژی خوبی داشت، یعنی ارتفاع کشتی رو آورد پایین تا به همون نسبت از ارتفاع هجوم‌های باروز کم کنه که فوق‌العاده وقتی میاد روی دستای حریف واقعا نیروی مهیبی رو وارد میکنه و میتونه تعادل رو به هم بریزه، به پاها برسه، امتیاز کسب کنه. این بار ولی ضعیف‌ترین کشتی که یک ایرانی ممکنه با باروز بگیره توی این 6 تا دیدار قبلی رو ارائه کرد. به هر حال اون چه که هست به نظر میرسه راه غلبه بر جردن باروز که خیلی هم پیچیدگی فنی نداره کشتیاش، اینه که به هیچ وجه نباید با او جدا کشتی گرفت، رفت روی دستاش، سعی کرد با دست یه دست با دستو کار کردن دستا قوس کردن، و قطعاً گارد پایین، چون زمانی که کشتیگیر عمود میشه بلافاصله باروز میاد با شونه هاش میزنه به پای حریف و امتیاز میگیره. من فکر کنم اون کشتی که دنیس سارگوش تو المپیک لندن با باروز گرفت و اون لحظه ای که باروز توی برگشتا یه لحظه راست شد و دنیس سارگوش به پاش رسید خیلی راحت خاک کرد، اون یگان روشیه که میتونه مفید باشه برای کشتیگیرای ایرانی تا بتونن این جردن باروز محبوب و دوست داشتنی رو هم مغلوب کنن تو مسافه‌های بعدی. به نظر شما تصمیم درستی بود آقای خادم گرفت که اکبری رو باز در فینال آورد به رغم این شکستی که در مقابل باروز داشت؟ توی مسافه‌های تیم به تیم مربی خیلی مهمه که در واقع وقتی که میخواد تیم آرنج کنه آخرین وضعیت کشتیگیرا رو تو رختکن بررسی میکنه، اینکه شب چطوری خوابیدن، صبح چطور بیدار شدن، نرمششون چطور بوده، سرحال هستن یا نه، رنگشون پریده. اینا خیلی مهمه توی مسابقات تیم به تیم، یعنی خصوصا وقتی که کشتی رو میگیرن تموم میشه، نتایج مشخص میشه. ما الان تحسین میکنیم میگیم سید احمد محمدی چقدر انتخاب خوبی بود برای فینال، اومد کشتیگیر روس هم 10-0 برد، اما طبعا اگر میباخت همه به این در واقع نکته متفق القول اشاره میکردن که او اصلا کشتیگیر این وزن نیست، بهتر بود همون نصیری میومد و کشتی میگرفت. اینه که بعد از نتایج که رقم خورده قاعدتا این انتقادات هم ممکنه وجود داشته باشه، اما بیشک رسول خادم و کادر فنی آخرین شرایط اون کشتیگیرها رو با توجه به وضعیتی که داشتن مد نظر قرار دادن برای
ارنج نهایی. علی دوست برشک در بازی با آمریکا ما فقط نه در 72 در 65 و 86 هم شکست خوردیم از آمریکا. باخت نصیری به متکالف هم در واقع ناباورانه بود. ولی اساساً فقط بحث 74 هم نیست، به نظر در بعضی واسه دیگه هم خیلی جاهای محکمی نداریم. من با خود آقای خادم که گفتگو کردم از ابتدای این مسابقات گفت ما تمام تمرکزمون روی آمریکاست، چون میدونیم که اگه آمریکا رو بتونیم شکست بدیم و فینالیست بشیم با روسیه مشکلی نداریم. اینم باید اشاره بکنم که به زعم همه کارشناسان روسیه درسته که از نفرات برترش ست از وزن مهماشون رو نیورده بود به اصطلاح، اما اینو همیشه اشاره میکنن که روس‌ها در هر وزن 10 تا کشتیگیر این هم دارن که دهمشون با اولشون خیلی در ایرانی ها اینطور نیست متاسفانه. درسته که ما نسل خوبی رو الان داریم کشتی و درایت خود آقای خادم هست و کادر فنی بسیار به همه چیز حواسش جمع هست. من باید حتما اینو اشاره بکنم، نمیخوام خیلی پرو خادم باشم، اما واقعا رسول خادم یک مدیر خوبی هست، یک روانشناس خوبی هست و تمام زوایای مسائل کشتی رو بهش دقت میکنه، مسائل حاشیه رو دقت میکنه و بچه‌ها رو توی یک حاله نگه میداره تو برن رو تشک و بیان بیرون. اگه دقت کردین هر کشتیگیری که میاد فقط به رسول نگاه میکنه و تمام ششتونگش حواسین و این خیلی خوبه، چون نتیجه داده. اگه نتیجه نمیداد شاید میشد بهش ایراد گرفت. البته نکات مثبتش رو گفتیم، حالا مثلا نمونه احمدی رو یکی از انتخابای خیلی اما اینجوری نگاه بکنیم، 40 تا مسابقه داد، 5 تا مسابقه در 8 واس، ایران فقط در 6 تا باخت. هیچ تیمی اینجوری عمل کرد نداشت. میگم در باد این پیروزی خوابید، چرا که روسیه نمیخوابه. امریکا حرکات خوب، چون وزن ها بیشتر شده، چون زمان کشتی بیشتر شده، کشورهایی که کاندیشن و بدنسازی بهتری دارن موفقیت بهتری دارن. به گفته این من از وام میگیرم از خود زیکی جونز، گفت برای ما خیلی بهتر شده، میگه برای ایران هم بهتر شده. پس اینطور نیستش که چون در جام جهانی ایران سومین سال قهرمان شد، حالا در المپیک هم همینطور خواهد بود، در قهرمانی جهان در لاس وگاس 2015 هم همینطور خواهد بود. نه، اما یه سری ایرادات وجود داره. عزت الله اکبری شما بهش اشاره کردید، من چون خودم والیبالیستم به هیکل ایشون که نگاه می‌کنی قد بلندش هیکل والیبالیستی داره، به خودش هم گفتم اتفاقاً همین صحبت شما گفت، یعنی قد بلند و این خب پاهای بلند خب خیلی سخت مقابل کشتی به نظر همه کشتیگیرای کسی مثلا تو کشتیگیرای الان مثل رضا یزدانی کاپیتان تیم ایران می‌خواد که یک هیکل چغره که به قول خودش پلنگ جویبار، پلنگ به قدر این پاهای به قول در این زمینه آقای رستم‌پور و آقای کیانوش اعتماد مقدم بهتر می‌تونن گفتگو کنن. بعد نش اصلا مال کشتیه، اینه که یه مشکلات این چنینی هست. اما در میثم نصیری واقعا اگر پیمان یار احمدی اون بازی 9-0 رو باخت، واقعا جوونه، یعنی از یک کشتیگیرای جوونی استفاده کرد آقای خادم که اینها یا آقای که اشاره کرد مصطفی واقعا در آینده میتونه یک ستاره تیم باشه. بیشتر باید کار کنن، نباید در باد این پیروزی خوابید، چون که دیگه کشور دیگه به هیچ وجه این کارو نمی‌کنن. آقای موحد، وقتی که اشاره کردم به رضا یزدانی این سنگین وزن‌ها رو نگاه می‌کنیم، چه کامل قاسمی یا حتی احسان لشکری بخوام توی مجموعه قرار بدیم، آیا تیم ملی ایران هیچ موقع اینقدر در سنگین وزن مسلط بود و می‌درخشید با ستاره‌هایی که داره؟ من حقیقت یه مدت زیادی از کشتی دور هستم، نمی‌دونم، اما من می‌دونم که در زمان ما بعد از اینکه تختی کشتی رو گذاشت کنار که روانش شاد باشه، ایشون گذاشت کنار و آقای میزاده در ورزشیشون، ما دیگه در این وضع نامدارانی که بتونن صاحب مدال بشن تو دنیا تا زمانی که من ایران بودم نداشتیم. بعد اخیراً من میبینم که وزنهای بالا پیدا شده، یه مقداری من الانم اونجا صحبت میکردیم به شما گفتم، به نظر میاد که نسل ایران یه مقداری تغییر کرده. ما قد بلند نداشتیم. من یکی از شاگردای من مال دانسترا شاگرد من بوده و من گفت آقای مردان جوانان تعلیم والیبال میدم 200 نفر دارم بالای 2 متر. خب ما زمان ما نبوده همچین چیزی، من به یاد نمیارم چون خودم والیبال بازی میکردم. من نتیجه تحریم هاست نمیدونم هر چی هست، به هر حال تغییراتی هست که خوشبختانه این تغییرات به طرف بهتر شدن هست، به طرف بدتر شدن نیست. در زمان گذشته واقعا در قدیم وزنهای بالای ما تا اونجایی که من بودم موفقیتی در جهانی نداشتیم بعد از آقای تختی و میزاده و کشتی رو گذاشتن کنار،
و خوشبختانه میبینم الان وضعای بالای ما صاحب مدال هستن و روشون حساب میشه. بعد یه خیلی مختصرم اشاره بکنید، شما بارها اون زمان به اتحاد جماهیر شوروی سفر کردید، علت اون نکته که علی هم اشاره میکنه، علت این استحکام در تیم ملی کشتی روسیه چه هست که اینقدر اینا دستشون باز در انتخاب کشتیگیرا؟ من اولا 6 بار رفتم شوروی در زمان اتحاد جماهیر شوروی و خودم چون علاقمند بودم میرفتم به مرکز مؤسساتی که بچه‌ها رو تعلیم تربیت می‌دادن. من دیدم از 5-6 سالگی با بچه‌ها کار می‌کنن، اینا رو سوا می‌کنن برای رشته‌های مختلف و بعد به اینا تعلیم می‌دن. من یه شعری گفتم توش، شروعش اینه: زور و فن و عقل و جرأت تو امان باید تا تو شوی قهرمان، هر که را این چهار با هم جفت نیست بر وی و زحمات وی باید گریست. این اول اون شعره. باید این چارتا رو یه بچه داشته باشه. درسته که مربی بسیار مهم هست، درست هست که یاد دادن، ولی خیلی چیزا به خود ورزشکار مربوط میشه. خیلی وقتا از یه ورزشکاری ورزش میکنه میاد تا سطح تیم ملی، تیم ملی فلواقع مربی براش کاری نمیکنه، اون مربی های قبلی براش کاری کردن یا خود اون بچه این کار کرده. به هر حال نمیتونه فقط مربی موثر باشه. بله، بس پرواتی هم هست به دلیل اینکه خب اینها لیگ های بسیار زیادی دارن روسیه در سطح داخلی و باشگاه تهران شروع کردم کشتی رو، شاید 140-150 نفر اونجا با هم تمرین میکردیم. آقای غفوریان هم مربی همه ما بود، یادش بخیر، در گذشته. شما واسه خودتون تمرین میکردید؟ نه، من تمرین میکردم. خود شما بین همه اونا 19 سالگی وارد کشتی شدید؟ من 19 سالم کشتی شروع کردم، تا اون وقت والیبال و چیزهای دیگه بود. از بین همه این 150 تا فقط یکی شدم من. خیلی بودن خوب شدن اومدم تا سطح بالا. پس اول باید مایه‌ای باشه در بچه، همون که کاری که روسا میکردن، اول پیدا میکردن بعد میذاردن دست مربی، نه اینطوری بفرستن 500 نفر رو بینه بین اینا دو نفر. شاید اون 150 نفری که با من کار میکردن دو تاشون 100 متر شاید میرفتن تعلیم میدیدن، قهرمان دنیا میشدن. اعتقاد دارید هنوز هم کشتی ایران دیمیه در واقع؟ به اعتقاد من هنوز هم هست، ولی امیدواریم یه روزی بشه. از نه ورزش کشتی، اصولا تمام ورزش ها باید از خردسالی، همونطوری که تعلیم تربیت از خردسالی شروع میشه، باید شناخته بشن که کدوم این بچه برای کدوم ورزشی بهتر آمادگی خواهد داشت، در آینده بهتری خواهد داشت. خب اجازه بدید برای اینکه وقت اندکی هم باقی مونده، علی عمادی با بابک تختی، فرزند غلام رضا تختی صحبت کرده. بخشی از صحبت‌های بابک تختی رو بشنویم در این مصاحبه اختصاصی با علی عمادی. خدمتتون عرض کنم دیدن خود کشتی خیلی زیباست میشه برای من، خصوصا که ایران و یه پیروزی شیرین هم به همراه داشت. احساس وصف ناپذیریه که بعد از این همه مدت وارد سالن شدم، قدرتشو ندارم توصیفش کنم. خیلی حس دلپذیر و خوشایندی بود. بخش دیگری از این مصاحبه رو با هم بشنویم و بعد خیلی کوتاه بحث رو با علی و دیگر مهمانان دنبال میکنم. جام تختی هم هیچ وقت برای من فکر نمی کنم بیانگر شخصیت تختی بوده باشه. من به کشتی خیلی علاقه دارم، تختی هم یکی از افتخارات کشتی کشور منه، سوا این که پدر منه، ولی شخصیت تختی همیشه چیزی بیشتر از کشتی بود برام. این چیزیه که به نظرم توی جام تختی یا ورزش کشتی خلاصه نمیشه. اون به عنوان یه حرفه کشتیگیر بود، ولی وجوه دیگه ای داشت که حداقل برای من وجوه دیگه ای داره که اون رو تختی میکنه. ولی توضیح بده، بسیار صحبت شد در مورد حالا همین صحبتایی که با بابک تختی انجام شد و اینکه چهرهای بسیاری در این مسابقات حضور داشتن، ایرانیانی، احسان بیارشاطر، بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا، بسیار از ایرانیان اومده بودن. علت چه بود؟ چرا فکر می‌کنید این افراد بعد از سال‌ها در کنار کشتی بودن؟ میشه گفت یک مهمانی بزرگ ایرانی‌ها بود. دو روز گذشته حضور حسین حساری، پیشکسوت روزنامه‌نگاری و مفسر برجسته ورزش، هم فکر کنم به بخشی از این ویدئویی که مسابقه کردی رو داریم اگر پخش بکنیم زیر صحبت‌های علی. خیلی خوبه که صحبت‌های حسین حساری رو به هر حال ایشون با بیماری دست و پنجه نرم می‌کنه و حدود یک سالی هست که از کشتی به دور هست و
و حضور ایشون نمیدونی با چه شور و شوقی بین خبرنگارا، کشتیگیرا و حضور آقای بابک تختی برای بعد از 12 سال. من صحبت رو قطع میکنم چون صحبت آقای حسین حصاری که انجام دادی آماده است. خیلی کوتاه صحبت های حسین حصاری رو با هم بشنویم. خیلی خوشحالم. امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من بودش. من کوچیکی مردمم. همیشه ولاس داشتن همیشه. علی توضیح بده که کسالت آقای ایشون با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکنن. سال گذشته تصادف هولناکی داشتن، ولی مردم از فوتبالیست ها، از والیبالیست ها، آقای علی تازرونی، آقای محمد بیاتی، گارنیک مهرابیان، آقای آرشاوی ملکی، آقای دکتر محمد رضا زادمهر، داریوش یزدانی، خود علیرضا دبیر در ورزشگاه حضور پیدا کرد، البته به صورت جدا اومده بود و یک مهمانی بود واسه ایرانی ها که دور هم جمع بشن، حالا با قهرمانی ایران هم همراه شد. اون چیزی که خیلی مهم هست این هستش که ایرانی ها به این نتیجه رسیدن، حداقل ایرانیانی که ساکن لس آنجلس هستن در ایالت کالیفرنیا، که قسمتی از ورزش رو جدا بکنن از تمام مسائل، و که همون چیزی که ما نکوهش میکنیم در ایران اتفاق میفته، سوء استفاده از ورزشکار برای مقاصد سیاسی، تلاش کردن که همونطور که در واقع اعتقاد دارن عمل کنن و سوء استفاده نکنن، یا استفاده نکنن به هر حال از ورزش یا میدان ورزشی برای مقاصد سیاسیشون، و فقط تیمو تشویق کردن. حتی گاهی هم اتفاق میافتاد که با روسیه مقدار به اصطلاح ما رجزخانی پیش اومد. اون ورزشکار، من نمیخوام در موردش زیاد صحبت کنم، بعدش براش دست زدن و زمانی که به روی سکو رفتن به جای هو کردن که غالبا ایرانی ها بعضی از این کارا رو انجام میدن، مثلا با مسی اتفاق افتاد، رجزخانی نمیشه باهاشون کرد، یا با گاتسل و زایتسف، با والیبالیست تیم ایتالیا باشون نمیشه واقعا رجزخونی کرد، نکردن و براش دست دادن، به احترام تیم روسیه پشتیدن و سعی کردن ورزشی باشن. این مهمترین اتفاقی بود که تو این جمع ایرانیان، این میهمانی، این جشنواره ایرانیان در سالن فروم اتفاق افتاد. آقای اطمان بقدم، شما هم شاهد این برشک تجمع و این گرد همایی ایرانیان بودید قطعا. یه نکته که برای من خیلی، چون وقت اندکی داریم، علاقمندم شما اشاره بهش بکنید، این که حداقل برای من به عنوان یک ناظر بیرونی اولین بار بود، یا جز معدود دفعاتی بود که تیم، یعنی مربیان کشتی ایران کمتر اعتراض می‌کردن به تصمیم‌های داور، به رغم اینکه گاهی هم حتی ممکن بود انتقادی هم داشته باشن. چقدر به نظر شما این آگاهانه انجام میشه از سوی رسول خادم و چه تأثیری میتونه بگذاره نهایتاً در نتیجه که تیم میگیره و روی خود روحیه بازیگرا، کشتیگیرا؟ به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودین. مسئله فرهنگی به خصوص در رشته کشتی باید مد نظر قرار بگیره. مربی مربا رو تربیت میکنه، هر چی درصد آگاهیش بیشتر میشه سکوتش بیشتر میشه. مربیانی اعتراض میکنن معمولا که از احساسات بالای برخوردارن و از قوانین جدید اطلاع کمتری دارن. شما نگاه کنین، برای هر وزنی آقای خادم مربیشو از قبل انتخاب کرده، میگه من با این آقا مچم، آقای توکلیانو میذاره با آقای اکبری، مثلا آقای کمیل قاسمی رو میذاره با آقای علیرضا رضایی، اینا مسئولیت‌هاشون تقسیم شده است. وقتی این کار انجام شد، موقعی که شما به قوانین احترام گذاشتی، با داور کنتاک نکردی، موقعی که 50-50 بشه مطمئنن رأی به شما میده. یادتون باشه در المپیک آتلانتا آقای عباس جدیدی مدال طلا که در دستش بود به خاطر فقط یک بیتوجهی به دستور داور بود که مدالش از دست داد، مدال طلاش به نقره تبدیل شد. و ما باید اینو تجربه کنیم. بله. وقتی داور رأی رو صادر میکنه، رئیس دوشک، قاضی دوشک هم نشستن، فیلم هم میبینن، اعتراض ما باید به جای اعتراض احترام باشه. وقتی این بود، در مواقع تنگنا که قرار میگیریم، مطمئنن رأی مثبت رو به تیم ما خواهد. سپاسگزارم از شما آقای کیانوش اعتماد مقدم. از همه شما تشکر میکنم. آقای مهدی رستم‌پور که از فرانکفورت آلمان با ما بودن، علی مادی تشکر میکنم، خسته نباشید، این چند روز در لس آنجلس شبانه روز مشغول کار بودی. استاد محمد، خیلی تشکر میکنم، سپاسگزارم برای شرکتتون در برنامه. از همه شما تشکر میکنم، همچنین از بابک تختی، ریچ بندر و زیک جونز در گفتگوهایی که با علی عمادی انجام شده بود هم سپاسگزاریم. بیننده افق از صدای آمریکا بودید.
برنامه سه‌شنبه ما در مورد سیاست خارجی ایران در سال 1393 هست. مهمان ها مهران مصطفوی، محمد سهیمی و مهرزاد بروجردی هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.